به نظر من سوگند در دنیای مجاهدین بالاترین و با ارزشترین سند مجاهدت هر کسیه. یعنی اون کلمه‌ایه که با اتکای به اون هر مجاهد انگیزه میگیره، انرژی 100 برابر پیدا میکنه تا با تهاجم حد اکثر به سمت دشمنش بره. خب این تهاجم هم جز فدا چیزی غیر از این نیستش. حالا برای خود من ولی سوگند به معنی مجاهد بودن و مجاهد موندن. هموارم توی مسیر از خدا خواستم که ما مجاهدین رو توی مسیرمون ثابت قدم نگه داره و خودم از یادآوری این سوگند و با اتکای به اون همواره انرژی میگیرم و سرشار میشم و پر میشم. به نام خدا و به نام خلق قهرمان ایران، من سید مریم نبوی چاشمی برای آزادی خلق در زنجیرم حاضر حاضر حاضر. اگر در تکاپو به میدان چو جنگاوران دلیرم، اگر چشم بر چوبه دار، اگر کنج زندان اسیرم، قسم خوردم با زبان و ضمیرم مجاهد بمانم، مجاهد بمیرم. به یاد موندنی ترین لحظه ای من توی این سالیان مبارزه روز 19 فروردین بود. البته ما به دلیل شرایطمون خب شب قبل از 19 فروردین تا صبح بیدار بودیم. یعنی جلومون صبح هم که پا شدیم دیدیم جلومون دشمن و مزدورا خط بستن با سلاح و تانک و زرهی و تا دندون هم مسلح بودن و به خون ما هم تشنه. ولی خب ما خودمون هم نمیدونستیم که بعد از ما چی میشه، بعد از این چی میشه و خب در نهایت چه خواهد شد. ولی خودمون اینو میدونستیم که باید در برابر اینا ایستاد و اینو میدونستیم که عزممون هم جزمه برای این ایستادگی و حاضرم نیستیم هرگز از این کوتاه بیایم. و خب ممکنه برای هر کسی این سوال پیش بیاد که خب آخه با دست خالی در برابر این مزدور تا دندون مسلح، خب مگه با عقل جور در میاد که در برابر اینا بایستیم؟ واقعیتش اینه که تو دنیای معمولی هیچ وقت با عقل جور در نمیاد که یک نفر بی سلاح در برابر خب یک ارتشی که بخواد مسلح باشه بایسته. ولی برای ما تو دنیای ما مجاهدین با یک قانون جور در میاد، اونم قانون فداه، فدا و ایستادگی تا به آخر. چون ما برای آرمانمون و اون هم آرمان آزادی خلقمون در واقع داریم این مبارزه رو میکنیم و برای اونم حاضریم همه چیزمون رو بدیم، هیچ چیزی برای خودمون نمیخوایم و این باعث انگیزه بیشترمون برای ایستادگی تو این مسیر میشه. داری از بین میری، داری تا رو پودل از هم میشکافه. کسافت خامنه ای، این مجاهدین ایستادن تا آخرش ایستادن. ما پیروزی، مرگ بر تو خامنه ای، مرگ بر تو. واقعیتش اینه که حالا لحظات 19 فروردین و تمام اتفاقاتی که بود در اون پروسه، من خودم مجروح شدم، یعنی مورد اصابت گلوله قرار گرفتم و مجروح شدم و مثل بقیه مجروحین دیگه خب ما رو بردن تو بیمارستان اشرف. ولی خب من صحنه هایی که می دیدم از این طرف هم برام جدید بود، از این طرف واقعیتش اینه که تو دنیا واقعی غیر قابل باوره. چرا؟ چون مجاهدین بچه هایی که مجروح شده بودن علی‌رغم همه دردی که داشتن، علی‌رغم اون وضعیت جسمی بدی که داشتن، خیلی هاشون خب در آستانه شهادت بودن، ولی اون روحیه سرزندگی و شادابی رو همچنان داشتن و همچنان شعار میدادن و برای آزادی خلقمون آرزو میکردن، برای سرنگونی رژیم آرزو میکردن و از اینم کوتاه نمیومدن و این خیلی برای من جدید بود. خودم واقعیتش اینه که تو همون دوره که تو بیمارستان اشرف بودم، همون روز اول چند ساعتی که خب برگشتم، با افتخار اینو داشتم واقعا که با سبا توی بخش باشیم.
سبا خب واقعیتش اینه که خب خیلی وضع جسمش بد بود و خیلی هم خونریزی داشت، خیلی هم درد داشت. من نمیدونستم چجوری میتونم اونو تسکین بدم. میدونستم که باید بهش آرامش بدم و بتونم اونو آروم کنم، یه میزانی از دردش کم کنم. خب نمیتونستم و خیلی این باعث ناراحتیم میشد. دستم گذاشتم روی سرش و تلاش کردم که آرومش کنم. نگاهم کرد، یه لبخندی بهم زد. این لبخندش واقعیت اینه که الانم که بهش فکر میکنم ازش خیلی انرژی میگیرم. این لبخندش سرشار بود از انرژی ایستادن، سرشار بود از پایداری و مقاومت برای آزادی خلق. واقعیت اینه که من با دیدن سبا بود که انرژی گرفتم، با دیدن سبا بود که از اون اتفاقا جمله آخرش هم که میگه ما تا آخرش ایستادیم و تا آخرش می ایستیم، تو همین یک جمله تمام اراده یک مجاهد خلق رو به تصویر کشید. و من این از اون لحظاتیه که از سبا به یادم مونده و هیچ وقت این لحظه رو یادم نمیره و همواره در طول پروسه‌ای که توی مسیر مبارزه هستم و عضو مجاهدین هستم، همواره از یادآوری این لحظه انرژی میگیرم و در واقع مستحکم تر میشم. نه آخه باید سرم بزنه اینجا. نه بیا بیا اینجا خیره. اینا گلوله جوه یک اشرفی به این اعتقاد راسخ داره که این مسیر نهایتش به پیروزی میرسه و همواره این جمله سردار موسی تو ذهنمه که میگن آینده از آن ماست، آینده از آن انقلابیون است، نیروهای میرا از صحنه حذف خواهند شد. بله منم کاملا به این جمله ایمان دارم و ایمان دارم که نیروهایی که میرنده هستن و خلاف جهت تکاملا بالاخره از صحنه حذف خواهند شد. به همه جوانای همسن سال خودم بگم که ما هم از بین شما اومدیم، از دل همون جامعه ای که همواره در برابر این سرکوب رژیم ایستاده و کوتاه هم نمیاد، در واقع از بین همون شما جوانایی که در برابر ظلم و سرکوب رژیم هم هرگز حاضر به تن دادن و سکوت نبودین و اینم شایسته هر جوان با غیرت ایرانیه. و اینو بدونیم که دیکتاتور وقتی که به سقوط خودش نزدیک میشه هر دست و پایی هم میزن، هر دود و دمی هم میکنه، ولی خب واقعیتش اینه که حتی اگر یک ذره از اون سرکوب خودش رژیم بتونه دست برداره که نمیتونه، جوانای ایرانی امونش نمیدن و تمام آثارش رو از صفحه ایران پاک میکنن.